امروز از روز جهانی اشخاص دارای معلولیت تحت شعار دسترسی و توانمندی اشخاص دارای معلولیت در کابل تشکیل به عمل آمد. معین وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین یکی از عوامل افزایش اشخاص دارای معلولیت در کشور را سه دهه جنگ های تحمیلی می داند. جنگ ها یکی از عامل بسیار عمده است و افغانستان عزیز ما که در طول 14 جنگ یک تعداد زیاده از خواهرها و برادرهای معلول به جای گذاشته. در عین حال مسئولان این وزارت تاکید دارند برنامه های رسیدگی به افراد دارای معلولیت در صدر برنامه های کاریشان قرار دارد. رهبری حکومت وحدت ملی افغانستان، مسئولین وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین رسیدگی به امور معلولین و اشخاص دارای معلولیت را در از اولویت های برنامه های کاری خیش دانسته و با توجه به مشکلات ناشی از جنگ های تحمیلی و نارسایی های دیگر از این بابت دامنگیر ما می باشد. از سوی هم وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین رادیو تلویزیون نورین را به منظور پوشش برنامه های معلولین مورد تقدیر قرار داد. همزمان با این برخی از افراد دارای معلولیت سران حکومت را به بی‌توجهی در برابر افراد دارای معلولیت متهم میکنند. د عمل جامعه تر اوسه پر هیڅ چا دې نه دا غوښته چې سټیج په سر ویلې هغه عمل کړی کاغه وکیل صاحبان یو کاغه نور یو کاغه زموږ رئیس جمهور دی او که اجرایی رئیس دی ټول موږ سره وعده کړی په خپل وعده یو فاند کړی عمل نه دی کړی زموږ قرضدار دی په ورځ قیامت شته ورځ قیامت باندې سره موږ حساب کوو که په دې دنیا کې ورځ د قیامت شته ری زموږ ابدي ځای ورځ د قیامت ته چاته مړو قبر ته ځو په قبر کې موږ دې د ګریوان نه نیسو چې زموږ حق تاسو کړو. از روز جهانی معلولیت در حال تجلیل به عمل میآید که بیشتر اشخاص دارای معلولیت با مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دست و پنجه نرم میکنند و تاکنون آمار دقیق از آنان وجود ندارد.